بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزیر دفاع سومالی اعلام کرده که بیش از 100 عضو گروه سنی های تندروی الشباب در عملیات ارتش ملی سومالی در استان گلگادود کشته و تعدادی زخمی شدند. این عملیات با حمایت مردم محلی و شرکای بین المللی انجام شد. الشباب شاخه القاعده در آفریقا سال هاست که در تلاش است تا کنترل سومالی را به دست گیرد. در مقابل دولت موگادیشو عملیات های نظامی علیه این گروه تروریستی را تشدید کرده است. این درگیری ها بخشی از سومالی را به صحنه جنگ خونین تبدیل کرده است. نیروهای شبه نظامی عراق طی عملیاتی یک مسئول مالی گروه سنی های تندروی داعش را در موصل بازداشت کردند. این فرد که مسئولیت امور مالی در این گروه در استان نینوا را بر عهده داشت اعتراف کرد که گروه قصد حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی داشته است. نیروهای امنیتی عراق همچنان به جستجو و پاکسازی مناطق مختلف کشور برای جلوگیری از ظهور مجدد عناصر فراری گروه سنی های تندروی داعش ادامه می دهد. این اقدامات بخشی از تلاش های مستمر عراق برای مقابله با تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت داخلی است. در درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و افراد مسلح ناشناس در وزیرستان شمالی 6 سرباز پاکستانی کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. این درگیری ها در منطقه مرزی با افغانستان رخ داد و رسانه های پاکستانی روز شنبه 14 مهر گزارش دادند که این حادثه شب گذشته اتفاق افتاده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزیرستان شمالی در سالهای اخیر شاهد فعالیت گروه های مسلح و درگیری های متعددی بوده است. درگیری های میان حامیان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و پلیس این کشور منجر به زخمی شدن بیش از 80 پلیس شد. این تظاهرات از استان خیبر پختونخوا، جایی که حزب عمران خان در قدرت است، به سمت پایتخت برای اعتراض و فشار به دولت به راه افتاد. هدف اصلی این اعتراضات درخواست آزادی عمران خان و مقابله با ائتلاف حاکم بود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که معترضان به پلیس شلیک کرده و از گاز اشکاور علیه نیروهای امنیتی استفاده کردند. درگیری ها همچنان در برخی نقاط ادامه دارد. در بنگلادش حدود 300 نفر که بیشتر آنها کشاورزان روستایی بودند بر اثر صاعقه جان باختند. بر اساس گزارش منابع محلی از فوریه تا سپتامبر امسال 297 نفر از جمله 242 مرد و 55 زن بر اثر صاعقه کشته شدند. این مرگ و میرها در فصل‌های بارانی که آب و هوا از خشک به مرطوب تغییر می‌کند رایج است، اما تلفات ناشی از صاعقه در سالهای اخیر افزایش یافته است. کارشناسان تغییرات آب و هوایی را عامل اصلی این افزایش مرگ و میر می‌دانند. دانشمندان با مشارکت 9 میلیون پوندی بین مؤسسه فرانسیس کریک و 5 مرکز NHS، خیریه ها و شرکت های علوم زیستی در حال بررسی اثر بخشی درمان های جدید ایمونوتراپی سرطان هستند. این پروژه 4 ساله به دنبال کشف روش های جدیدی برای تشخیص سرطان و بهبود درمان های موجود است. این طرح بخشی از پروژه های وزارت علوم و فناوری انگلستان است که با یک بسته 118 میلیون پوندی از توسعه فناوری های نوین سلامت مانند اسکنرهای ارزانتر و آزمایش‌های سریع‌تر با کمک هوش مصنوعی حمایت می‌شوند. هدف این تحقیقات ارائه درمان‌های مؤثرتر از شیمی درمانی و نمونه برداری است. تب دنگی یا استخوان شکن جان یک مرد جوان را در استان ننگرهار در شرق افغانستان گرفت.
منابع محلی اعلام کردند که این فرد حدود یک ماه پیش به این بیماری مبتلا شده و به تازگی جان خود را از دست داده است. به گفته منابع بهداشتی، سازمان بهداشت جهانی در اوایل سال جاری از گسترش تب استخوان شکن در این منطقه هشدار داده بود. این بیماری ویروسی از طریق پشه‌ای به نام آیدز منتقل می شود و می تواند عوارض جدی برای مبتلایان ایجاد کند. نیاز به اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری در این مناطق به شدت احساس می شود. کشورهای اروپایی به شدت به پزشکان و پرستاران خارجی وابسته اند تا کمبود کادر بهداشت و درمان خود را جبران کنند. با پیر شدن جمعیت و افزایش مشکلات بهداشتی، نیاز به نیروی کار در این بخش هر روز بیشتر می شود. برای مثال، در آلبانی فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های پزشکی ملزم به کار 3 ساله در کشور خود هستند و تنها پس از آن می توانند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این سیاست به منظور کاهش مهاجرت پزشکان آلبانیایی وضع شده است. به طور کلی با افزایش سن کادر درمان و کاهش علاقه به حرفه پرستاری، اکثر کشورهای اروپایی در تلاشند تا نیروی کار خارجی بیشتری جذب کنند.